به نام خداوند بخشنده و مهربان، ما با تقدیم سلام به یک از دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. حزب اسلامی آماده کمک مالی و انسانی به آذربایجان در جنگ با ارمنستان هستیم. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار اعلام کرد که این حزب آماده است تا به آذربایجان برای جنگ بر سر منطقه قره‌باغ با ارمنستان نیروهای انسانی بفرستد و کمک مالی کند. حزب اسلامی فرستادن نیروهای انسانی و کمک مالی را مشروط به درخواست آذربایجان کرده است. بیشتر رسانه‌های ارمنستان گزارش داده بودند که گلبدین حکمتیار در توافق با ترکیه به آذربایجان نیرو اعزام می‌کند تا در آنجا یعنی قره‌باغ بجنگد. امین کریم عضو شورای اجرایی حزب اسلامی پنجشنبه هفته میزان گفت که اگر از آنان خواسته شود آماده هستند که به آذربایجان کمک مالی و انسانی کند. او افزود ملت و دولت افغانستان و همچنین حزب اسلامی در چوکات حمایتی قوانین جهانی از آذربایجان حمایت می کند. اما تا حال موضوع فرستادن قوا به آذربایجان مطرح نشده است. اگر از ما خواسته شود نه تنها که ما بلکه تمام ملت از خواست برحق آذربایجان آماده هر گونه همکاری و فداکاری هستیم. این در حال است که افراد مسلح وابسته به حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار در دهه 90 هم در حمایت از آذربایجان در منطقه قره‌باغ جنگیدند و گلبدین حکمتیار هفته گذشته از این خاطرش با افتخار یاد کرد. بر بنیاد گزارش ها آن زمان حدود 5000 شهروند افغانستان درگیری این جنگ شده بودند که نزدیک به 7 تنشان کشته شدند. از طرف هم سخنگوی گروه مسلح جدایی طالبان قره‌باغ بر رادیو ملی ارمنستان گفته است که بر اساس معلومات استخباراتی آنان رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه با گلبدین حکمتیار به توافق رسیدند که یک بار دیگر به جنگ قره‌باغ جنگجو بفرستند. بر بنیاد ادعای او این جنگجویان حزب اسلامی قرار است تا چند روز دیگر با آذربایجان بفرستند. جنگ میان ارمنستان و آذربایجان بر سر منطقه مورد مناقشه قره‌باغ به تاریخ 27 سپتامبر آغاز شد که بر اساس گزارش‌های رسمی تا به حال دست کم 300 تن در این جنگ کشته شدند. گلبدین حکمتیار برای خروج از انزوا. آریانا نیوز. مدت است که گلبدین حکمتیار از هر گام و هر فرصتی برای بهتر دیده شدن استفاده می کند. فرصت هایی که با استفاده از آن می تواند از انزوای سیاسی بیرون شود. مدت است که حکمتیار از هر گام از هر فرصت برای بهتر دیدن استفاده می کند. فرصت هایی که با استفاده از آن بتواند از انزوای سیاسی بیرون شده و تلاش نماید که در منطق قضایای جای داشته باشد. اما در این پیوند دو موضوعی روشن است که باید به آن پرداخته شود. نخست، شباهت حکمتیار و گروه طالبان در تند روی و عمل کرد می باشد. حکمتیار چه در دوره جهاد علیه شوروی، چه در زمان جنگ های داخلی و چه در دوره های جدید نشان داد که چیز از طالبان کم ندارد و همان قدر که طالبان به سازمان های استخباراتی وابسته هستند، آن هم همان قدر نیز این چهره ها را وابسته می داند. او مخالف تمام تمدن، تکثر قومی و مذهبی و زبانی بوده و کارنامه اش پر است از قتل و خونریزی و تخریب. او به مذاهب مختلف توهین کرده، خبرنگاران را به قتل رسانده، کابل را راکت باران نموده و گفته های اخیرش علیه مذهب جعفری و معاند عمر ریاست جمهوری حکایت از نزدیکی آرا و افکار و عملکرد این چهره مرموز دارد. حکمتیار عامل بیگانه است و از همان طالبان همواره بر اساس آنچه برای فرمان می رسد عمل می کند. دوم، تلاش برای خروج از انزوای سیاسی است. گلبدین حکمتیار با توجه به کارنامه سیاهی که در جامعه دارد پس از آمدن به کابل به شدت افسرده و منزوی شده و خلاف انتظار که داشت کسی نه از او حمایت نمود و نه برای حرفای او گریان دارید. حکمتیار حتی در انتخابات ریاست جمهوری نیز کمتر از 100 هزار رأی گرفت و این برای وی بسیار سنگین تمام شد. او اکنون با استفاده از موضوعی که رو می‌داشت از دکتر نجیب تلاش دارد از انزوا خارج شده و سرپیری خود را نشان بدهد و از پیاله افسردگی و تنهایی بیرون شود و می‌خواهد در قضا و اخبار دیده شود و سیر ناپذیر قدرت طلبیش ارضا شود. حکمتیار برادر خوانده جنایت و تندروی و وابستگی به بیگانگان طالبان است.
حکمتیار امروز حکمتیار دیروز است. تنها تفاوتی که کرده این است که خیال میکرد اگر با دولت صلح کند راحت تر به حکومت میرسد. خلیلزاد اشتباه شوروی در افغانستان را تکرار نخواهیم کرد. آریانا نیوز زلمه خلیلزاد در جلسه مرتبط با مذاکرات بین الافغانی در دهه مدعی شد که واشنگتن اشتباه اتحاد جماهیر شوروی پیشین در خصوص افغانستان را تکرار نخواهد کرد. نماینده خاص وزارت امور خارجه آمریکا برای صلح افغانستان افزوده است که آمریکا اشتباه شوروی پیشین در اشغال افغانستان را تکرار نخواهد کرد و نظامیان خود را از کشورمان خارج می‌کند. آیا دوره غنی رو به پایان است؟ علی موسوی، خبرگزاری افاق. پاسخ به این پرسش ساده نیست. حتی برای قدرت‌های مانند ایالات متحده آمریکا که ایجاد و بقای نظام مستقر در افغانستان مسئول برنامه واشنگتن برای آینده سیاسی افغانستان محسوب می‌شود. اینکه آمریکا با طالبان وارد گفتگو شد و حتی در غیاب نمایندگان دولت اشرف غنی دو طرف یک توافقنامه مهم صلح امضا کردند که حالا طالبان اصرار می‌کنند که همان توافقنامه باید مبنای تصمیم گیری درباره آینده سیاسی افغانستان در جریان مذاکره با دولت باشد، خود می تواند قرینه ای برای پایان دوران غنی باشد. هیچ کس از جزئیات توافق آمریکا و طالبان چیزی نمی داند. روایت وجود دارد که متن کامل آن توافقنامه حتی در اختیار اشرف غنی هم قرار نگرفته و خلیلزاد تنها از دورنمایی از آن برای جمهور نشان داده است. بر این اساس مشخص نیست که آنچه طالبان به عنوان مبنای مذاکره با دولت بر آن پافشاری میکنند دقیقا چیست و هاوی چی پیامدهایی برای آینده سیاسی اشرف غنی میباشد. آیت دولت تا اکنون در برابر این خواسته ها مقاومت کرده است، مقاومتی که به یک معنا بازتاب دهنده استادگی اشرف غنی در قبال پایان دور سلطه او از سوی واشنگتن است. این وضعیت اما برای واشنگتن قابل قبول نیست. انتخابات آمریکا وارد مراحل اساس و نهایی خود میشود و ترامپ در حالی که پس از ماها تمسخر به دام کرونا افتاده نیاز دارد تا برای بهبود موقعیت خود در انتخابات همه کارتهایش را بازی کند و صلح با طالبان یکی از قدرتمندتری این کارتها است. بر این اساس سفر ناگهانی اشرف غنی به قطر و دیدار او با فرستادگان سیاسی و نظامی آمریکا به ارتباط به تحولات داخلی آمریکا و تصمیم احتمالی کاخ ثابت به پایان دادن به دوره اشرف غنی نیست. آقای غنی در دهه با ظلمه خلیلزاد نماینده آمریکا در امور صلح افغانستان و جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان دیدار کرد و بر لزوم آتش بس دائمی و همچنان گفتگوهای بین‌المللی تاکید کرد. سپاس که تا این دم با ما بودید. تا ویدیوی دیگر، بدرود.